شما یاران همیشگی مجله هفتگی چشم‌انداز، برنامه این هفته رو با خبری از تحسن خانم نسرین ستوده، وکیل پایه‌ای که دادگستری مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران شروع می‌کنم. شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری بنا به درخواست دادگاه انقلاب خانم ستوده را به مدت 3 سال از حرفه وکالت منع کرده است. رأی شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در حالی صادر شده که اوایل شهریور ماه سال جاری شعبه اول این دادگاه درخواست دادستانی تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت خانم ستوده را رد کرده و اعلام کرده بود این وکیل می تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. با این حال بنابر اظهارات مطرح شده در ماه‌های گذشته رئیس، نائب رئیس کانون وکلا و رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به خاطر پیگیری پرونده انتظامی خانم ستوده تحت فشار بودند. تا آنجا که تاکنون بارها 4 تن از مدیران پیشین کانون وکلا در ارتباط با پرونده خانم ستوده به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند. در واکنش به اقدامات صورت گرفته علیه ایشان، از روز سه‌شنبه 29 مهر ماه نسرین ستوده اعلام کرد در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت خود توسط دادگاه انتظامی وکلا و آزار دگراندیشان به دست حکومت ایران و کنترل روزافزون رژیم بر کانون وکلا و قوه قضاییه در مقابل ساختمان کانون مرکزی وکلا در تهران دست به تحسن خواهد زد. اما با گذشت چند ساعت از این تحسن، نیروهای امنیتی این حرکت اعتراضی را برهم زدند. مردم اصفهان خواستار برخورد قاطع مسئولان با مجرمان اسید پاش در این شهر شدند. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، گروهی از مردم اصفهان صبح روز سه‌شنبه 29 مهر ماه با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان خواستار برخورد قاطع با عاملان اسیدپاشی‌های اخیر در این شهر شدند. تجمع کنندگان از مسئولان نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند برخورد قاطعانه‌ای با این افراد به عنوان برهمزنندگان امنیت و آسایش جامعه داشته باشند. در این تجمع که بدون مجوز برگزار شد، حدود 2000 نفر از مردم این شهر شرکت داشتند. حسن روحانی که به زنجان سفر کرده بود، روز سه‌شنبه بدون اشاره صریح به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان تأکید کرد که تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز نشود. وی در بخشی از سخنرانی خود اظهار داشت امر به معروف منتج به تفرقه نشود و منکری بالاتر از فقر، بیکاری و ایجاد تفرقه در جامعه نیست. سخنان آقای روحانی در حالی بیان می شود که نمایندگان مجلس ایران در هفته های اخیر با وجود مخالفت دولت جزئیات دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در مجلس تصویب کردند. پیش از این مقامات وزارت کشور و مجید انصاری معاون پارلمانی دولت آقای روحانی نیز با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مخالفت کرده بودند. بر اساس ماده 8 این طرح، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل 3 نماینده از متقاضیان ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موضوع ماده 21 که این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف 3 روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می کنند. پیش از این مواضع آقای روحانی درباره حجاب و شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد برخی از روحانیون محافظه‌کار، ائمه جامعه و برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. با ما بمانید با ادامه این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه 30 شهریور ماه با اعلام اینکه سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی‌های اخیر در
اصفهان به دست آمده گفته بر اساس آنچه که قربانیان این حوادث اعلام کردند به نظر می‌رسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده است. در همین حال روزنامه شرق از تایید زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده و نوشته تحقیقات درباره اسیدپاشی‌های اصفهان در حالی ادامه دارد که نتایج به دست آمده زنجیره‌ای و سریالی بودن این حوادث را تأیید می کند و آزمایش های تخصصی یکسانی اسیدها را مشخص کرده است. این روزنامه با اشاره به اینکه پیش از این درباره زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی به صورت 4 زن در اصفهان تردیدهایی وجود داشت نوشته اما اکنون آزمایش های تخصصی ثابت کرده است حداقل 3 مورد از این حوادث به هم مرتبط هستند. این روزنامه همزمان خبر داده که به رغم تایید زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌ها نیروی انتظامی فرضیه اسیدپاشی با انگیزه برخورد با بدحجابی را به طور کامل مردود دانسته و تحقیقات خود را روی انتقام‌جویی از زنان و انگیزه‌های شخصی متمرکز کرده است. با ما بمانید. روزنامه ایرانی ضمن انتشار گزارشی درباره واکنش به اسیدپاشی‌های اصفهان نوشته برنامه‌ریزی شدن اسیدپاشی‌های اصفهان یک واقعیت است که نمی‌توان روی آن خط بطلان کشیده و تصور کرد که هیچ تأثیر منفی در کاهش امنیت به ویژه در اصفهان نداشته است. روزنامه ایران از قول مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نوشته اسیدپاشی اقدامی تروریستی است و پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط به دنبال شناسایی عاملان اسیدپاشی در اصفهان هستند. به نوشته این روزنامه روز سه‌شنبه جمعی از بانوان فعال در نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان به نمایندگی از بانوان در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری این استان خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده اسیدپاشی و اشد مجازات برای مجرمان آن شدند. فرمانده بسیج اما در این میان نظر دیگری دارد و این میگوید که اسیدپاشان به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند. روزنامه جوان خبر داده که محمد رضا نقدی فرمانده بسیج با تاکید بر اینکه عاملان اسیدپاشی در اصفهان به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند، خواهان ایجاد محدودیت در انتشار اخبار مربوط به اسیدپاشی‌ها شده و گفته است وزارت ارشاد هیئت نظارت بر مطبوعات نباید بگذارند رسانه‌های فاسد و غرب زده این جنایات را با مقدسات و واجباتی مانند امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند و به این بهانه به تضعیف ارزش‌ها بپردازند. در پایان این بخش خبری توجه شما را به اخباری درباره افشای سند واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی توسط سعید مرتضوی جلب می‌کنم. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد حاکی از اینکه سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی کشور دستور واگذاری 138 شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و 5 فقره چک تضمینی به مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن معادل 4 میلیون یورو را به او داده است. پیش از این آقای مرتضوی بارها واگذاری این تعداد شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است. به گزارش این خبرگزاری واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که حواله ارزی ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است. این خبرگزاری روز شنبه 26 مهر ماه در گزارش خود نوشته است که گفته می شود این چک ها به جای پول نقدی که به جای پول نفتی که بابک زنجانی مأمور فروشش بوده به وزارت نفت ایران پرداخت شده است. از اینکه با ما همراه بودید نهایت سپاس و تشکر را دارم. تا چشم‌اندازی دیگر همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.